این صدای ما از رادیوی جهانی پارس است. سلام بینندگان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. با شما هستیم با بخش دیگر از مجموعه برنامه‌های سوال هفته. امروز در استودیو برادر عزیزم کشیش ورج بابخانی تشریف دارن، مدیریت محترم وبسایت پر پاسخ. برادر ورج عزیز خیلی خیلی خوش آمدید. مرسی، خیلی ممنون. من اول میخوام با بیننده های عزیز سلام احوالپرسی کنم و بگم که خیلی خوشحالم که در منازل شما میتونم باشم و از طریق تلویزیون، از طریق ماهواره با شما در تماس باشم و ارتباط برقرار کنم و سوالی دیگر رو پاسخ بدیم و به فیض خدا پاسخ بدیم و خوشحال میشم که در خدمتتون باشم. در مورد وبسایت پر پاسخ اگر ممکنه توضیح برای ما بفرمایید. بله. آدرس این جا کجاست؟ چطور؟ بله. کجا میتونن برن؟ بله. برای این وبسایت رو ببینند. بله. این وبسایت اسمش هست purpasokh.com. بله. و کاری است از سازمان کلیسای 222 یا شورای کلیسای 222 و این وبسایت هدفش این هست که سوالات زیادی که در ذهن مردم خطور میکنه، به ذهن مردم خطور میکنه درباره مسیحیت، درباره کتاب مقدس، درباره فرقه‌های مختلف ایمان مسیحی. بله. و فرقه‌های مختلف و بدعت‌های مختلف. بله. و هر چیزی که به فکر زندگی مسیحی، ازدواج. بله، ازدواج. بله. مسیحی، پاسخ به اسلام. بله. و کلیسا و همه اینا پاسخ میده. در مورد بهشت و جهنم هم همینطور سوالات جواب داده شده. پس خیلی گسترده است این وبسایت و میتونید مراجعه کنید و هدف ما اینه که هر چقدر میتونیم توسعه بدیم این وبسایت رو، از منابع مختلف استفاده میکنیم تا این وبسایت رو پربار بکنیم و پرثمر بکنیم. این وبسایت شما میتونید به قسمت جستجو برید و سوالتون رو به زبان فارسی تایپ بکنید و جستجوگر این وبسایت با توجه به کلماتی که میذارید، اگر کلمه وجود داشته باشه در بانک سوالات، حتما سوال میاره و سوالات مشابه رو میاره و پاسخاتون رو میابید. اگر سوالی کردید در قسمت جستجو و جوابش رو نیافتید و سوالی ندیدید که اینطور سوالی وجود داشته باشه، برای ما از طریق ایمیل بفرستید، از طریق ایمیل سوالتون رو بفرستید و ما در همین صفحه اصلی. بله. قسمتی هست که میتونید ایمیل بفرستید و اسمتون رو بنویسید، یا اگر میخواید میتونید اسمتون رو ننویسید و مستعار بنویسید اسمتون رو، اگر نمیخواید شناخته بشید هیچ اشکال نداره، و سوالتون رو بنویسید و برای شما پاسخ رو میفرستید، در اسرع وقت میفرستید. و این وبسایت قسمت‌های تصویری و صوتی هم داره که خیلی خوب میشه که این قسمت‌ها رو هم تماشا و بشنوید، و اگر میخواید میتونید قسمت صوتی رو دانلود کنید و در منازلتون یا وقتی کار میکنید یا وقتی رانندگی میکنید، آشپزی میکنید در خیابان میدوید، برای ورزش. بله بله، بشنوید و استفاده کنید. پس من فکر کنم که از قسمت صوتی خیلی ها میتونن استفاده کنن. تصویری رو تا حدودی میشه، فکر کنم میشه دانلود کرد، تا اونجایی که اشتباه نکنم میشه دانلود کرد تصویری رو هم و نگاه کرد. بله. توی سفرهای داخل شهری. بله. یا بین شهری. بله. میتونید از طریق تلفن همراهتون. بله. وارد شبکه. بله. بشید و بله. ویدیوها رو. بله. در قسمت تصویری ما با افرادی مثل راوی زاکاریاس که دکترای الهیات و فلسفه دارن و از مدافعین مسیحی برجسته معاصر هستن مصاحبه شده و به زبان فارسی دوبله شده با ایشون و در مورد مسائل مختلف با ایشون صحبت شده. با پدر زکریاس در مورد سوالاتی که در مورد ایمان اسلامی هست. بله. و در این مورد و پاسخها به اسلام. بله. در حقیقت هست. بله. سوالاتی در مورد ایمان. در بله، ایمان اسلامی. و همینطور بازجویی در قرآن هست که کشیش دکتر ساسان توسلی به همراه شما این برنامه را اجرا کردن و اونا را میتونید حتما تماشا کنید و استفاده کنید. و در ضمن میخوام به
شما رو به ارجاع بدم به وبسایت farsinetwork.com. اگر میخواید وبسایت های مختلف ما رو، متعدد ما رو نگاه کنید و جستجو کنید و مطالعه کنید، وبسایت های زیادی داریم که موضوعهای متنوعی داره. موضوعهای مختلفی داره. آزادی در مسیح یک دوره‌ایه که شما میتونید از طریق این وبسایت این دوره رو تقاضا کنید و کتاب‌ها و سی‌دی ها و دی‌وی‌دی ها رو دریافت کنید و شخصا از اونها استفاده کنید برای مطالعات یا برای کلیسای محلی، یا برای کلیسای محلیتون، بله. کلیسای خانگیتون. عزیزانی که بیرون از ایران هستن، بله. البته بله میتونن تایید کنن. در ایران وجود نداره، بله. استفاده از این، بله. ما سعی میکنیم وارد ایران هم بکنیم این دوره رو. برگزاری جلسات کلیسایی، بله بله، برگزاری جلسات کلیسایی یا سمینارهای آزادی در مسیح. سمینارها نمیشه در ایران، ولی در جلسات خانگی میشه ازش استفاده کرد. و دانشکده 228 که وبسایت دیگریه و همینطور پرسش و پاسخ هست درش، خانواده هست، سازمان مسیحی 222. اگه میخواید باهاش آشنا بشید، مرکز پژوهش‌های مسیحی، مرکز پژوهش، و اگر میخواید از سازمان مسیحی 222 حمایت مالی بکنید، میتونید به سایت سازمان مسیحی 222 برید و اونجا آنلاین میتونید حتی کمک های مالیتون رو بکنید. مرکز پژوهش های مسیحی، همونطور که شما فرمودید، جوانان، اخبار مسیحی به زبان فارسی وجود داره که میتونید مراجعه کنید و به انگلیسی برای دوستان انگلیسی زبان و اونایی که به انگلیسی محات هستن میتونن اون وبسایت رو هم نگاه کنن. تلویزیون سما هست که هر چی برنامه در این تلویزیون ضبط شده سعی میکنیم در اونجا اکثر ویدیوها رو بذاریم، قابل دسترسی باشه. و مروارید ایران هست که برای افراد آسیب دیده وبسایت خاصیه که تشویق میکنم حتما مراجعه کنید. و انتشارات سازمان 222 که واقعا انتشارات وسیعیه و خیلی کتابای مفیدی در این انتشارات هست، و من توصیه میکنم که کتاب راهنمای مطالعه کتاب مقدس رو حتما تهیه کنید. از تولیدات خوبه انتشارات 222 هست. خیلی انتشارات 222 کتاب‌های مرجع و خوبی رو تولید کرده که شما تشویق می‌کنم این کتاب‌ها رو مطالعه کنید و تهیه کنید. اجازه بدید برگردیم به پرپاسخ. بله. توی صفحه اصلی می‌بینیم تعداد زیادی رو شما به سوالات پاسخ دادید و این سوالات طبعاً در یک مقطع زمانی خاصی نوشته شده، آماده شده. بله. آیا در مرور زمان این فرصت وجود داره که این سوالات، بله، پاسخ ها تغییر بکنه، اضافه بشه، کم بشه، بله، دیدگاه های دیگری بشه، اضافه بشه؟ بله بله. در واقع رو به روز خواهد شد، آپدیت بشه. بله، تلاش ما اینه که به روز بکنیم موضوعات رو و بتونیم سوالات رو تکمیل تر کنیم، پاسخ ها رو تکمیل تر کنیم با مطالعات بیشتر و با تحقیقات بیشتر. بله. سوال دیگه که حتما پیش میاد و پرسیده شده که آیا این پاسخ‌ها با دیدگاه و نظرگاه خاصی از ایمان مسیحی هست یا نه؟ یعنی در واقع دیدگاه فرقه‌ای خاصی رو دنبال میکنه یا فرافرقه‌ایه؟ مسلماً ما دیدگاه خاص خودمون رو داریم. هیچ کس نمیتونه بگه که من هیچ دیدگاهی ندارم و هرچی همه رو قبول دارم و اینطور نیست. مسلماً دیدگاه خاص خودمون رو داریم، ولی در ضمن احترام به عقاید دیگران می‌ذاریم و به اونها هم اشاره میکنیم، به نظریات مختلف اشاره میکنیم. بسیار عالی، خدا برکتتون بده. ممنون برای این سایت عالی که در آینده نه تنها کسانی که به عیسی مسیح ایمان ندارن، باور ندارن، بلکه نوایمانان برای درک بهتر از ایمان مسیحی، بله، و دانشجویان، بله، الهیات مسیحی برای، بله، در واقع پاسخ به سوالاتشون میتونن به این دریافت پاسخ سوالاتشون به این وبسایت مراجعه کنم. به فیض مسیح به سوی یک دانشنامه بزرگ مسیحی به زبان فارسی، بله، بله، پیش خواهید، بله، رفت. به فیض خدا. اما سوال هفته کیش فرش ممکنه سوال هفته رو مطرح بفرمایید که با هم نگاه بکنیم. بله، این سوال این است که آیا تا به حال کسی خدا را دیده است؟ بله. و این سوال خیلی مهمیه چون قرنها انسان این سوال داشته، بله، و حتی انسان برای اینکه بتونه خدا رو ببینه ازش تصویرها و مجسمه ها و تمثال هایی ساخته که تصور بکنه که خدا اینطور هست و خدا رو به تصویر کشیده. و حتی در کلیساهایی بعضی وقات تصویرهای خیلی زیبایی هست، از میکلانج ما داریم و از هنرمندان مختلف
تصویرهای زیبایی از عیسی مسیح، مریم و شاگردان مسیح و همه اینا داریم و هدف انسان خیلی دوست داره که خدا رو به تصویر بکشه و خدا رو ببینه و این آرزوی دیرینه انسانه، اشتیاق قلبی انسانه که خدا رو ببینه، خدا بین او باشه، بین او باشه. و کلام خدا میگه هیچ کس خدا رو هرگز ندیده به جز عیسی مسیح، به جز عیسی مسیح هیچ کس خدا رو ندیده. در یوحنا فصل 1 آیه 18 آیه زیباییه که میگه هیچ کس هرگز خدا رو ندیده است، اما آن پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او را شناسانید. در برخی نسخه ها اینجا که میگه اما آن پسر یگانه، میگه آن خدای یگانه. بله. و خیلی جالبه، عیسی رو خدا مینامه. بله. و عیسی خدایی است که خودش با پدر مشارکت داده، خدای پدر مشارکت داشته و خدای پسره که از ازل با خدای پدر بوده و او رو دیده. خدای پدر رو هیچ کس ندیده و نخواهد دید. چون نادیدنیه. و در خروج فصل 33 آیه 20 خدا میگه و گفت روی مرا نمیتوانید دید زیرا انسان نمیتواند مرا ببیند و زنده بماند. اینطور به نظر میاد که خدا اونقدر عظیمه و اونقدر مهیبه و اونقدر پرجلاله که انسان با اگر بتونه ببینه میمیره، واقعا نمیتونه تحمل بکنه و ظرفیت دیدن خدا رو نداره و اون جنبه رو نداره که بتونه خدا رو ببینه. و اگر کسی خدا رو ببینه میمیره، 100% میمیره و واقعا یا دیوونه میشه یا میمیره و نمیتونه خدا رو ببینه. این قسمت از کلام به نظر مغایر با قسمت های دیگر میاد که تعریف میکنه چند نفر خدا رو دیدن. مثلا خروج 33 آیه 19-23 توضیح میده که موسی با خدا رو در رو صحبت کرد. خیلی جالبه، اگه موسی با خدا رو در رو صحبت کرد پس خدا رو دیده، ولی نه، خدا رو ندیده. موسی چطور میتونست با خدا رو به رو صحبت کنه و زنده بمونه؟ در این صورت عبارت رو در رو در یک عبارت تلویحی اشاره شده. بله. به نزدیکی ملاقات موسی با خدا و این در حقیقت نشون میده که خب موسی با خدا چقدر دوست بوده و چقدر نزدیک بوده، ولی هدف این نیست که واقعا خدا رو دیده و چون خود خدا به موسی گفت نمیتونی منو ببینی، اگه منو ببینی میمیری. و موسی گفت، موسی واقعا اشتیاق قلبی داشت، عاشق خداوند بود و گفت خداوند خودتو به من نشون بده، من میخوام تو رو ببینم. اشتیاق قلبی میلیاردها انسان در طول تاریخ این بوده که خدا رو ببینه و موسی اینو فریاد میزنه، میگه خداوند میخوام تو رو ببینم و خدا میگه که منو نمیتونی ببینی. چرا؟ چون خدا ذاتش نادیدنیه و خدای پدر نادیدنیه و مثل اینه، همونطور که وقتی میگیم چرا خدا نادیدنیه، مثل اینه که بگیم چرا رنگ آبی نمیشه بو کرد ازش. خب ربطی نداره، دیدن اصلا با خدا نمیخونه و خدا نادیدنیه، ذاتش نادیدنیه و نامرئیه در حقیقت خدا و خدا رو نمیشه دید. و درسته که موسی و خدا مثل دو انسان با خدا با هم صحبت میکردن، ولی این واقعا مشاهده خدا نبود. بله، یک تمثیل، یک حالت روحانیست. بله. ولی خوشبختانه در مسیحیت یک خبر خوش داریم که خدا در عیسی مسیح خودشو ظاهر کرد، قابل رؤیت شد، قابل رؤیت شد در عیسی مسیح و پسر خدا که همزاد با خدای پدر بود انسان شد و خدا رو به ما نشون داد. بله. در مسیحیت این خبر خوش رو داریم که مسیح اومده که خدا رو به ما نشون بده و میگه هر که مرا دید پدر را دیده است. صورت تجسم خدا، تجسم خدا. بله. و این خدای نادیده. بله، خدای نادیده و میگه که هر که مرا دید پدر را دیده است. و مسیح اومد تا خدا رو نشون بده و در حقیقت هر بتی که در فکر ما ایجاد شده، میدید هر انسانی در فکرش بتی از خدا داره. بله. حالا اگر بتی به شکل مجسمه یا تصویر درست نکنه یا تمثال، ولی در ذهنش یک تصوری از خدا داره، یک تصور از خدای خودش میپسنده. من بارها شده حتی از دوستان مسلمان هم پرسیدم خدا رو چطور تصویر، چطور مصور میکنی؟ میگه خدا یه نوره، بعضیا میگن، بعضیا میگن خدا یک انرژیه، بعضیا میگن خدا یک پیرمردی نشسته اون بالا
و خیلی تصویرهای مختلف هر کسی در ذهنش به تصویر میکشه، ولی زیباترین تصویری که از خدا هست در عیسی مسیح. آمین. و وقتی عیسی مسیح رو میبینیم خدا رو میبینیم. خدا عیسی وقتی به زمین اومد نشون داد خدا چطور هست. نشون داد خدا پر از عطوفت، خب پر از محبت و مهربانیه. خب عیسی نشون داد که خدا با قدوس پاک، عیسی نشون داد که خدا با دلشکستگان نزدیکه. و همونطور که در عهد عتیق هم میخونیم داوود میگه که خدا به دلشکستگان نزدیکه، به قلب شکسته نزدیکه. و عیسی نشون داد که خدا دوست گناهکارانه، نیامده انسان رو محکوم بکنه. خدا خدایی نیست که اون بالا نشسته و با یک چماقی دستش منتظری که ما گناه کنیم و بزنه تو سرمون، بلکه خداییه که اومده در بین ما، با ما همدرد شده و ما رو محبت میکنه. و این خیلی زیباست. در پیدایش فصل 32 آیه 30 یعقوب رو میبینیم که خدا رو به صورت یک فرشته دید. او واقعا خدا رو ندید در حقیقت، و به صورت فرشته دید و خدا رو، و خود خدا رو ندید. والدین سامسون وحشت کردن که از اینکه خدا رو دیدن. در داوران فصل 13:22 اما آنها فقط او را به شکل فرشته دیدن و خود خدا رو ندیدن و ترسیده بودن و فکر کرده بودن خدا رو دیدن. عیسی خدا در جسم بود، پس وقتی مردم او را در این شکل می دیدن مثل این بود که خدا رو می دیدن. بله، خدا می تونه دیده بشه و خیلی ها او را دیدن، در این حال هیچ کس او را در تمام جلالش ندیده. خدا رو در تمام جلالش هیچ کس نمی تونه ببینه، چون تا به تحمل این جلال رو نخواهد داشت. بله. اون فرصتی که خداوند برای دیدن روی ذات اقدس خودش از طریق خداوند عیسی مسیح بله. برای ما فراهم کرده، فرصتیه که بله. همطوری که فرمودید هزاران سال انسان تشنه گرسنه اون بود، تا جایی بله. که بعضی ها برای اینکه حتی شده به شکل اشاره، به شکل سمبولیک، به شکل نماد خدا را در میان خودشون ساخته باشن، بت‌های خانوادگی، بت‌های قومی بله، ساختن بله، و برای بله. اون ویژگی‌های مخصوصی قائل شدن بله. روزهای خاصی بله. از اون دعوت داشتند بله. مذاهب آسیای دور، بعضی از مذاهب در واقع منطقه‌ای آسیای دور می‌بینیم که برای بت‌ها در واقع میوه‌های نوبر فصل بله. در واقع غذاهای روزانه و می‌دونن مثلا این خدا بله. ماهی رو بیشتر دوست بله. داره، می‌دونه داستان دارن که این خدا ماهی رو بیشتر ترجیح میده تا بله. به گوشت خوک رو، یا برعکس اون خدا پرنده رو ترجیح میده و برای اونها خدا به شربت های شیرین بیشتر علاقه داره تا به در واقع نوشادنی های تند، و برای شروع کردن به در واقع این دادن یک هویت بله. به اون خدای نادیدنی که از بله. طریق اون بت های دست ساخته دعوت شده به بله. بله. فامیل، خانواده بله. یا محل اونها بله. برای همین اونقدر این فاصله زیاد بود، اونقدر این احساس دور بود که وقتی خداوند اومد برای همه ما انقدر زخزه خدایی که نمیشد دید رو الان میتونید ببینید بله، بله. و شهادت شاگردان این هست، خواستن یوحنای رسول در رساله اول خودش، رساله اول یوحنای رسول آیه باب یک آیه یک اینطور شروع میکنه، میگه خدایی که مخفی بود از نگاه همه، ما او را دیدیم، لمس کردیم، چشیدیم و به اون نگرسیم. بله. او رو، او رو کامل، اون چیز خدای نادیده رو بله. با او اینطور ملاقات داشتیم. بله بله دقیقاً. و نه تنها اون سالها، بلکه امروز بله. هم عیسی قادره برای خودش ظاهر کنه برای بله. ما که اون خدای نادیده رو بله. در زندگی ما در یک ملاقات کاملا شخصی بله. برای ما ظاهر. بسیاری از دوستان ایرانیمون و بسیاری از دوستان در دنیا از ملیت‌های مختلف بارها اتفاق افتاده که عیسی مسیح رو دیدن، نه فقط در رویا و خواب بله، بله. بلکه علنا عیسی مسیح رو دیدن. من یک کتاب می‌خوندم که یک واعظی که بعداً واعظ شده بود، البته وقتی مریض بود، و عیسی مسیح وارد بیمارستان میشه و صدای پاشو میشنوه و فکر میکنه که پرستار داره میاد، ولی وقتی در رو باز میکنه میبینه عیسی مسیح و کنار تختش میشینه و او رو دلداری میده و بهش پیغام میده
و الان میگه علنا با من صحبت کرد و این دقیقاً نشون میده که عیسی مسیح واقعا زنده است و میتونه خودش رو ظاهر کنه. بله. و دوستان عزیز بیننده رو تشویق میکنم که دعا کنن و از این عیسی مسیح زنده بخوان خودش رو ظاهر کنه بهشون. چرا که نه؟ عیسی مسیح میتونه به شما خودش رو ظاهر کنه و ببینیدش و او رو ملاقات کنید. مسیح من خوب یادمه که یک داستانی میخوندم، نمیدونم شما خوندید اون داستان رو، جرأت کردم او را پدر بخوانم. بله. کتاب خیلی زیبایی از یک زن پاکستانی که چطور شیخ بلقیس، نه؟ بله، بلقیس، بله. بلقیس و بلقیس میگه که من دعا میکردم و به من یه نفر انجیل داده بود و وقتی خوندم به شک افتادم، گفتم کدوم درسته؟ قرآن درسته؟ انجیل درسته؟ پس چطوره؟ این خدا، خدایا خودتو نشون بده به من. و وقتی دعا کرد و گفت خداوند نشون بده کدوم یکی از این کتابا درسته و کدوم کلام توست و کدوم رو تایید میکنی، در خواب میبینه که میگه خداوند میگه عیسی مسیح ظاهر میشه و میگه هر کدوم از این کتابا که خدا رو پدر تو مینامه اون کلام حقیقیه و اونجاست که تسلیم میشه و قلبش رو به مسیح میسپاره و میفهمه که انجیله که بله. خدا رو به عنوان پدر معرفی، خدای حقیقی رو اونجا میتونه و اونجاست که این کتاب رو نوشت. جرأت کردم اون رو پدر بخوانم، چون هیچ مسلمانی جرأت نمیکنه خدا رو پدر بخوانه، ولی ما مسیحیان خدا رو پدر میدونیم، پدری که با عطوفت، پدری که برای ما فکر میکنه، برای ما تدارک میبینه و برای ما نقشه میکشه. شکر. آمین. میخوای چیزی اضافه بکنید؟ من فکر کنم که فرصت خوبیه که با این فرصت کمی که داریم یک لحظه برای دوستانمون در منازل دعا کنیم و چرا که نه خدا رو ملاقات کنن و درسته که نمیشه خدای پدر رو در جلالش دید و اینها، ولی پسر رو میشه دید و دعا میکنیم که عیسی مسیح در منازل شما خودش رو ظاهر کنه و شما رو ملاقات کنه در خوابها، در رویاها یا علنن، یعنی کاملا در مظهر جسمانی خودش رو ظاهر کنه و شما ببینید. همونطور که شاگردان عیسی مسیح در بالاخانه عیسی مسیح رو بعد از قیام ملاقات کردن و حتی دست زدن بهش و با او غذا خوردن، شما هم با او ملاقات داشته باشید. آمین. با هم دعا کنیم. دعا میکنیم. خداوند عزیز دعا میکنم برای دوستان عزیزم در منازلشون، هر کس در هر جایی که هست، در هر جای این کره زمین و سکنا داره، دعا میکنم که خودت رو به او ظاهر کنی. دعا میکنم که مسیح جان همین الان بر این اشخاص ظاهر بشی و ملاقاتشون کنی. دعای اونا رو بشنو، اشتیاق قلبی اونا رو بشنو و خودت رو ظاهر کن. ایمان دارم که تو زنده هستی. من بارها با تو ملاقات کردم، من بارها تو را از تو شنیدم و از صدای تو رو شنیدم و کلام تو رو شنیدم، هدایت‌های تو رو دیدم در زندگیم و ایمان دارم تو زنده هستی. دعا میکنم که خودتو به این عزیزان نشون بدی، ظاهر کنی و اونا رو ملاقات کنی و زندگیشون رو دگرگون کنی. آمین. میخوام وارد قلب و زندگیشون بشی و اونا رو دگرگون کنی. میخوام که به نام عیسی مسیح دعا کنم اونا رو از گناهانشون آزاد کنی. دوستان عزیز اگر واقعا میخواید قلبتون رو به عیسی مسیح بسپارید، با همین الان با من این دعا رو بکنید. بگید خدای خالق، خالق آسمان و زمین، اعتراف میکنم که در برابر حضور پاک و مقدس تو من گناهکارم. ایمان دارم که عیسی مسیح به خاطر گناهان من جان خودش رو فدا کرد. ایمان دارم بر روی صلیب قربانی شد. ایمان دارم که دفن شد اما مرگ نتونست اون رو نگه داره. در روز سوم از مردگان برخاست و با پیروزمندانه برخاست و روزی برمیگرده. ایمان دارم عیسی مسیح خداوند پسر خداست و زندگیم رو تسلیم او میکنم. میخوام عیسی مسیح گناهان منو پاک بکنی، به من تولدی دوباره بدی و زندگی منو دگرگون کنی. آمین. به نام عیسی مسیح. آمین. آمین. اگر این دعا رو کردید آمین. و قلبتون رو به عیسی مسیح سپردید، تشویقتون میکنم هر روز کتاب مقدس رو مطالعه کنید. حتما کتاب مقدسی تهیه کنید و از انجیل شروع کنید، از عهد جدید شروع کنید و زندگی مسیح و تعالیم مسیح رو بخونید و بگذارید مسیح با شما صحبت کنه. مسیح از طریق کلامش هم خودش رو ظاهر میکنه و کلامش رو بخونید، دعا کنید هر روز و این خبر خوشی که زندگی شما رو عوض کرده
برید و به دیگران برسونید و در جلسات کلیسایی شرکت کنید. سعی کنید در یک کلیسای خانگی پیدا کنید و یا اگر کلیسای خانگی در اطرافتون نیست، خودتون یک کلیسای خانگی شروع کنید. چرا که نه؟ و افراد رو جمع کنید و بشارت بدید و کلام خدا رو مطالعه کنید. و ما هم سعی می‌کنیم از اینجا شما رو تغذیه کنیم از طریق پرپاسخ، از طریق وبسایتامون، از طریق برنامه‌های تلویزیونیمون شما رو در ایمان تقویت کنیم. خدا شما رو برکت بده. خدا شما رو برکت بده. عزیزانی که نمیتونن در ایران یا جای دیگه ببخشید به انجیل که کلام خداوند دسترسی پیدا بکنند، برای دانلود کتاب مقدس عهد جدید سایت های بسیاری وجود داره. بله، همین فارسی سی آر سی، بله، مرکز پژوهش های مسیحی میتونن، بله، مراجعه کنن و حتی فایل های صوتی برای کتاب مقدس وجود داره. بله، میتونید اونها رو دریافت کنید. بله، دانلود کنید. بله، برای اینکه بتونید متصل بشید به یک گروه مسیحی، پایین صفحه شماره تلفنی هست که میتونید با در واقع عزیزانی که پاسخگو به شما هستن صحبت بکنید، به شما کمک میکنند، سوالاتتون رو میتونید بپرسید و با امید خدا که در مشارکت بدن مسیح قرار بگیرید. آمین. شما رو تا برنامه دیگر و تا سوال دیگر به خداوند میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه. خدا نگهدار. فیض مسیح به همراهت. آمین. آمین. شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com می توانید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com. Thank you.